خسته، تنها، نگران. آخرین روزهای عمر قاضی ایرانی در رومانی. غلامرضا منصوری یکی از بانفوذترین قضات ایران در دو دهه گذشته بود. گفته می شود او صندوقچه اسرار فساد دهها مقام بلندپایه حکومت ایران بود. این داستان قاضی است که از عرش به فرش افتاد. بخارست، پایتخت رومانی. 30 خرداد ماه، ساعت 14:30 به وقت محلی. پلیس بخارست از مرگ مردی ایرانی در هتل دوک این شهر با خبر می شود. هتلی در 700 متری سفارت جمهوری اسلامی ایران. ایرانیان غلامرضا منصوری گسیت مردن در هتل. اینترپل. این مرد 52 ساله، غلامرضا منصوری، قاضی سابق دیوان عالی کشور بود. دادستانی تهران به اتهام رشوه‌خواری رسما خواهان استرداد او بود، اما سازمان‌های حقوق بشری خواهان بازداشت و محاکمه او در اروپا. پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را بر اثر سقوط از طبقه 5 هتل محل اقامتش اعلام کرد. بسیاری در داخل و خارج ایران این حادثه را مشکوک خواندند و احتمالاً قتلی برنامه ریزی شده. پس از مرگ قاضی منصوری به دنبال ردپای او در اروپا با همکاری روزنامه نگارانی در رومانی تحقیقاتی را شروع کردیم. My name is ژیار گل. I'm calling from BBC. خب مقامات دادستانی و پلیس رومانی متاسفانه به درخواست‌های مکرر ما جواب ندادن و حتی وقتی که ما رفتیم با مدیر هتلی که اونجا اقامت داشتن صحبت کنیم، ایشون گفت دادستانی بهش گفته با هیچ عنوان با خبرنگارا صحبت نکنن. مقامات رومانی همه درها را به روی ما بستند، اما از کانال‌های غیر رسمی به مدارکی دست پیدا کردیم که مسیر حرکت قاضی منصوری را در اروپا روشن می‌کرد. کپی پاسپورت او نشان می‌دهد مرداد ماه سال گذشته از تهران به استانبول پرواز کرده است. 3 هفته بعد کنسولگری فرانسه در استانبول ویزای شنگن برای او صادر می‌کند. ویزایی که به او اجازه می‌داد چندین بار به بیشتر کشورهای اروپایی رفت و آمد کند. مهر پاسپورت او نشان می‌دهد مدتی بعد از فرودگاه شارل دوگل پاریس وارد فرانسه می‌شود. 2 شماره تلفن او از فرانسه بودند. BBC به تصاویری دست پیدا کرد که نشان می‌دهد قاضی منصوری از فرانسه به آلمان رفته بود. او در این عکس مقابل یک کلینیک جراحی در آلمان دیده می‌شود. خانواده او گفتند که هر ساله برای مداوای سرطان روده بزرگ به هانوفر می رفته است. اما دسترسی به مدارک پزشکی او برای ما امکان پذیر نبود. برای درک موقعیت و نفوذ قاضی منصوری در حکومت ایران باید از مشهد شروع کرد. نام او ابتدا در دادگاه سعید حنایی، قاتل زنجیره زنان مشهد، رسانه‌ای شد. با حکم قاضی منصوری در سال 1381 سعید حنایی به دار آویخته شد. او مدتی بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بود. در سال 1391 به دستور او 20 روزنامه‌نگار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را یک شنبه سیاه خواند. ما قاضی منصوری رو متهم کردیم به بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران برای انجام فعالیت اطلاع رسانی. پس از شایعه حضور قاضی منصوری در آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز علیه او در دادگاه فدرال این کشور شکایت کرد. مدارکی بود که آقای منصوری در آلمان هستند، ولی در چارچوب قانون دادگاه‌ها در اروپا و همین صلاحیت بین المللی ما گفتیم اگر جای دیگری هم باشد قاضی منصوری، دادستان میتواند حکم بازداشت بین المللی صادر کنه و به این عنوان اگر جای دیگری هم باشد در این رابطه اقدام کنیم. اما مدارک به دست آمده نشان می‌دهد قاضی منصوری ماه‌ها پیش با قطار از آلمان به رومانی رفته بود. با یکی از دوستان نزدیک قاضی منصوری که تا روز مرگش با او در ارتباط بوده تماس برقرار می‌کنیم. این فرد که نخواست نامش فاش شود می‌گوید مقامات حکومت ایران با قاضی منصوری در آلمان در تماس بودند. آنان نگران دستگیری او و لو رفتن اسرار نظام در آلمان بودند. این فرد می‌گوید قاضی منصوری اسناد و مدارک فساد و جاسوسی برخی از مهره‌های قدرتمند حکومت ایران را به همراه داشته است. به همین جهت قاضی منصوری نگران بازگشت به ایران نبوده. من یکی از شاکیان خصوصی پرونده آقای قاضی منصوری بودم. من قرار بود تو دادگاه برم شهادت بدم که ایشون چیکار کرده. اعظم جنگروی یکی از زنانی بود که در سال 1396 به اعتراض به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی روی سکویی در تهران بدون روسری ایستاد. زنانی که به دختران انقلاب معروف شدند. قاضی منصوری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد مسئول پرونده دختران انقلاب بود. اعظم جنگروی ایران را ترک کرد و به کانادا رفت. او روزی که با قاضی منصوری روبرو شد را از یاد نبرده. یه آخوند بلند قامت هیکلی اومد تو پرونده من گرفت دستش، بعد همینجوری برگشت گفتش که در حین ورق زدن حرفا رو میگفت. گفتم که خراب فلانی فکر کردی که زندگی من کلا عوض شد. زندگی خیلی همینجوری عوض شده. من آدم مهاجرت نبودم. من آدمی نبودم که پشم بیام اینجا. بخشی من ازم گرفتن، عکار اخراجم کردن، من به 3 سال زندان محکوم شدم. سرنوشت بسیاری از این دختران به دست آقای منصوری در دادسرای ارشاد در بخارست، خیابانی در تهران، تغییر کرد. 3 سال بعد، 3000 کیلومتر دورتر، این بار سرنوشت قاضی منصوری هم در بخارست، پایتخت رومانی، رقم خورد. دوست قاضی منصوری میگوید عواملی از داخل ایران او را راضی کردند که از آلمان به رومانی برود. او رفتن به رومانی را نقشه‌ای از پیش طراحی شده می‌داند. ایران و رومانی رابطه دیپلماتیک و بازرگانی دارند. مقامات دو کشور همدیگر را خوب درک می‌کنند. شاید در ظاهر دیده نشه. این روزا سرویس‌های اطلاعاتی ایران اینجا فعال‌ترند. وضعیت رسانه‌ها در رومانی در 2 یا 3 سال گذشته به شکل خیلی بدی تغییر کرده. بیشتر اولیگارک‌های نزدیک به قدرت و یا به نوعی مافیا عملاً در رابطه با رسانه آن قدرتی رو که دیگر کشورهای اروپایی دارن ندارن. مدارک به دست آمده نشان می‌دهد قاضی منصوری از اوایل اسفند سال گذشته بدون سر و صدا در اروپا بوده است. خواهش می‌کنم توضیح بدن چه تماس‌های منصوری باشون داشتن؟ بعد یه شب زنگ زدن که میگن اما با رسانه‌ای شدن نام او در اولین جلسه دادگاه اکبر تبری، حضور قاضی منصوری در اروپا آشکار می‌شود. اکبر تبری معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه بود که به جرم فساد مالی محاکمه می‌شود. در این پرونده قاضی منصوری هم متهم شده در سال 1395 که قاضی اجرائیات لواسانات تهران بوده 500,000 یورو رشوه دریافت کرده است. قاضی منصوری در موارد دیگری درگیر بوده و به همین جهت مصلحت کسانی که درگیر این گونه حوادث بودند، چه کسانی که ممکن است در دستگاه قضایی حضور داشته باشند یا اینکه در سایر نهادهای دولتی حضور داشته باشند، و نیز کسانی که در این ماجرای رشوت‌دهی و رشوت‌گیری مداخله داشتند، در این بوده است که قاضی منصوری به ایران برنگردد. پس از رسانه‌ای شدن نام قاضی منصوری و حکم جلب او از سوی پلیس بین‌الملل، او با انتشار ویدیویی از قصدش برای بازگشت به ایران خبر داد. انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم کنم. 3 روز پس از انتشار این ویدیو، پلیس رومانی قاضی منصوری را در بیمارستانی در بخارست دستگیر می‌کند. دادگاهی در رومانی او را تا 20 تیر به صورت مشروط آزاد می‌کند تا مقامات ایران مدارک استرداد او را به رومانی ارسال کنند. قوه قضاییه به جد. سخنگوی قوه قضاییه ایران پس از دستگیری او گفت قاضی منصوری قصد بازگشت به ایران نداشته است. بررسی هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. تصاویری که از نزدیکی سفارت ایران در بخارست به دست آورده ایم نشان می‌دهد قاضی منصوری به سفارت می‌رود. این ویدیو 21 خرداد در چند قدمی درب ورودی سفارت ضبط شده است. این سلفی‌ها در داخل ساختمان سفارت گرفته شدند. در یکی از فایل‌های صوتی قاضی منصوری دستگیریش در بیمارستان را نقشه سفارت ایران می‌خواند. ببین، من تو سفارت ایران بودم، تو بخارست، تو رومانی. دو شبم تو سفارت بودم. برای کار درمانی آمدیم بیرون دیشب برای که ناراحت بودم. تو محل درمان پلیس بخارست با هماهنگی پلیس اینترپل، این از قبل هماهنگ شده بود. آمدن منو گرفتن به عنوان که می‌خوان به ایران برگردونن. بر اساس رأی قاضی دادگاه بخارست، آقای منصوری حق ترک رومانی را ندارد. او در هتل دوگ در 700 متری سفارت ایران می‌ماند. به خاطر شیوع کرونا او تنها مهمان این هتل بوده است. او بارها به دوستان و خانواده‌اش می‌گوید گروه قدرتمند در حکومت نمی‌خواهند او به ایران برگردد. این یکی دیگر از فایل‌های صوتی او در رومانی است. سناریوی تعریف شده من باید توی سناریو برم، هیچ راهی هم نداره، من باید توی سناریو اعدام بشم تا یه سری چیزایی که اعتقادی درست بشه. این سناریو تعریف شده از چند ماه پیش. 1 روز پس از این پیام صوتی، قاضی منصوری برای امضای روزانه به مرکز پلیس می رود. پس از بازگشت به هتل پول اتاقش را میپردازد. چمدانهایش بسته بوده و به نظر میرسد قصد سفر داشته. به طرف اتاقش در طبقه 5 میرود. منشی هتل گفته پیش از ورود به اتاقش از طبقه 5 به لابی هتل پایین میافتد و در جا کشته میشود. مرگ مشکوک یکی از متهمان پرونده فساد. وکیلش میگوید غلامرضا منصوری آدمی نبود که خودکشی کند. اطلاعاتی که ما از طریق پلیس اینترپل داریم و اونها از طریق به اصطلاح پلیس رومانی، ظاهرا در گذشته ایشون علتش خودکشی بوده. Here is a suspicious death. این مرگ مشکوکه، اما پلیس جنایی رومانی فوراً اعلام کرد خودکشی بوده. پس از چند ساعت وزارت خارجه ایران این گزارش رو بدون هیچ اعتراضی قبول میکنه. به نظر میاد همه در بستن پرونده عجله داشتن. تودرل بوتوی از کارگاهان جنایی رومانی بود که مسئول تحقیقات 10 پرونده قتل و خودکشی بوده است. او میگوید مرگ قاضی منصوری نمیتواند خودکشی باشد. داستان عجیبیه. رفتار این مرد نشون میده او به فکر زندگی بوده. اول خودش رو به سفارت معرفی میکنه. این یعنی به فکر امنیتش بوده. به دادگاه میره و منتظر روند استرداد میشه. به دنبال حل مشکلاتش بوده. پول هتل رو میده. اما ناگهان تصمیم میگیره خودش رو از یک فضای باریک پایین بندازه. تو خواب راه میرفته. این سوال برانگیزه. من سلام عرض می‌کنم. من ژیار گل هستم از BBC. سفیر ایران حاضر نشد با ما صحبت کند. میگن با BBC صحبت نمی‌کنه. وزارت خارجه رومانی هم در جواب درخواست ما برای مصاحبه در نامه این نوشته نمی‌تواند درباره پرونده‌های باز قضایی اظهار نظر کند. مقامات دادستانی هم دریافت درخواست ما را تایید کردند، اما تا به امروز حاضر به صحبت با ما نبودند. این تحقیقات بسیار طول کشید. این تحقیقات چنان محرمانه و چنان پنهان انجام شده و با فریب خبرهایی همراه بود که واقعی نبودند. قاضی منصوری هم به سفارت ایران و هم به مقام‌های قضایی رومانی گفته بود که نگرانی جانی دارد. بسیاری پرسیدند چرا پلیس رومانی او را بازداشت نکرد یا برای او محافظ نگذاشت. من فکر نمی کنم پلیس میتونست از خودکشی جلوگیری کنه، چون که این شهروند ایرانی در بازداشت پلیس نبوده. باید این رو هم بگم در بعضی موارد مشکل حتی از خودکشی زندانیان در حبس جلوگیری کرد. قاضی هم دستور بازداشت او رو نداده بوده. پلیس هم کاری نمیتونست بکنه. پس از انتشار خبر مرگ قاضی منصوری، بسیاری از چهره‌های دولتی و امنیتی ایران مرگ او را قتل مشکوک توسط باندی مخوف در داخل ایران خواندند. دوست قاضی منصوری هم می‌گوید او کشته شده، چون اگر به ایران باز می‌گشت می‌توانست پرونده فساد بسیاری را افشا کند. او می‌گوید پرونده فساد بسیاری از مقام‌های بلندپایه نظامی و سیاسی آشکار یا پشت پرده دست او بوده است. پرونده فساد فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت قوه قضاییه، در دست قاضی منصوری بود. او فاضل لاریجانی را تبرئه کرد. دولت رومانی اول تیر ماه جسد قاضی منصوری را به همراه گزارش پزشکی قانونی به ایران تحویل داد. اما جزئیات این گزارش نتیجه بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته هتل اعلام نشده است. این پرونده میتونست کمک کنه به وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران، یعنی یک ایجاد وحشتی برای همه اونا بود و کلی ما مدرک داشتیم. رئیس قوه قضاییه گفته برای مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد. اما دوست قاضی منصوری میگوید او قربانی رقابت ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی برای جانشینی رهبر ایران شد.